سلام دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه امروز یه برنامه خیلی ویژه داریم در مورد بکس کلاسیک میخوایم صحبت بکنیم در حضور یه مهمان ویژه خود آقای دین اینجا هستن و در مورد این موضوع میخوان صحبت کنن خیلی داستان جالبی داریم آیدین جان سلام سلام حالت خوب خوبه؟ خوب ممنون مرسی متشکرم از دعوتت و سلام عرض میکنم خدمت همه مخاطبای عزیزت و تشکر میکنم به خاطر برنامه پرشوری که درست کردی و زحمتی که داری میکشی در خدمت هستم دم شما گرم انقدر اطلاعات تکمیل و کاملی داره آیدین در مورد بوکس که باورتون نمیشه با ما همراه باشید متوجه میشین اول من یه سوال دارم یه سوال با آیدین شروع میکنم ولی ما خیلی از افراد داریم در کانالمون که میگن آقا بس دیگه چرا از بکس قدیمی میذاری این همه مردم دارن از جدید میذارن تو چرا بکس قدیمی میذاری بکس قدیمی خوب بود اصلا باید بپردازیم بشه یا نه اصلا بکس در معنیش بخواین شما ببینید که تعریف بکس یه بکس یعنی بکس کلاسیک خب مون تا این مخاطبا برای این اعتراض میکنن که اطلاعات کافی ندارن یعنی خود من وقتی که مثلا اوایل بوکس رو نگاه میکردم اولین باری که مثلا یه بوکس کلاسیک دیدم میگفتم این چیه دیگه 20 سال گذشت که بفهم بابا همه چی همونه اتفاقا اصل چیز همونه برای همین تاریخ بوکس یه جوریه که باید احاطه کامل داشته یعنی تو میگی بوکس قدیم از بوکس جدیده؟ صد بهتر از بوکس جدید 100 درصد بهتر از بوکس جدید از همه لحاظ و تمام فاکتورهایی که بوکسورا داشتن اگه بخوایم مثلا قدرتشون و تواناییشون و قدرت ریسک و قدرت مشتاشون و همه جوره کنار هم دیگه بذاریم بوکسورای کلاسیک یه سراگردن از تاپای الان بهترن حالا بوکسورای دیگه کنار و اصلا تاریخ بوکس به نظر من از چه زمانی رو میگی یعنی از ببین دوران طلایی داره بکس خب ببین بکس یه ورزشی بوده که قدیمی ترین ورزشه و قدمتش برمیگره شاید به خیلی سال پیش مثلا هزاران سال پیش خب مونتا که از اول اصلا این حالت بوکس بوده مونتا بوکسی که به حالت کلاسیک در اومد و قانونی براش نوشته شد از اوایل قرن بیستم بود بودن که حالا بوکسوره مثل سالیوان بودن بعدش جک چانسون اومد مثل سام لنگفورد بود این بوکسوره اومدن جک دمسی اومد اینا شروع کردن برای بوکس یه تعریفی آوردن که حالا تماشاچی بیاد بشینه و یه قوانینی بشه یه حالت بوکس کلاسیک به وجود اومد که بشه دربارش صحبت کرد خب قبل از اونم بوکس بوده اون دوران طلایی بوکس به گفته تمام کارشناسای بزرگ بوکس مثل کسایی مثل برت شوگر. 1920 تا 1955 این دوران طلایی ورزش بوکس یعنی اواخر راکی مارسیانو بله دقیقا با رفتن راکی مارسیانو بوکس سنگین وزن تموم میشه و کسایی که بعد از اون میان حالا رتبه بندی دارن حالا اصلا 1955 به بعد به نظر خود من تنها بکسوری که تونست نظرها رو جب کنه مایک تایسونه خب حالا درباره بوکسور دیگه هم صحبت محمد علی و محمد علی چرا بگن بهترین بکسور تاریخ محمد علی مردم اصلا اینجوری نیستش ببینید یه نگاهی ما داریم که ببین هر کی یه نظری داره ما این نگاهی داریم به اسم واقعیت نهی جان اون واقعیت مهمه یعنی من علاقه ما بذارم کنار شما علاقه تو که ببینید واقعیت تاریخ بکسی محمد علی به هیچ وجه بهترین بکسور تاریخ نبوده نه هستش من نخواهد بودش و حالا داستان داره که چرا محمد علی بولد شدش برای اینکه اینا محمد علی و بکسورهایی که زمان محمد علی بودن خیلی خوش شانس بودن برای چی این حرف رو شاید اولین بار خیلی از مخاطبای شما بشنون برای اینکه دوربین های رنگی و پخش مستقیم بوکس از سال 1965 به بعد یعنی دقیقا از زمانی که با لیستون مسابقه داد محمد علی و اونجا سیاسفی بودم چون بعدش یواش یواش دوربین های رنگی و پخش مستقیم اومد اگه 20 سال قبل 30 سال قبل پخش مستقیمی وجود داشت تلویزیونی پخش مستقیم رادیو ما داشتیم پخش مستقیم تلویزیونی و اون کیف اون بوکس هایی که زمان بوکس های کلاسیک بودش با اون کیفیت دوربینا میشد زفت بشه و پخش بشه اصلا کسی نگاه نمیکردیم بکسدار هم بکسدار مثل جورج فورمن و فریزر و محمد علی و کن نورتون و رون لایل و اینایی که تو اون چیز بودن مثل لاری هولمز و تو اون دوره محمد علی بودن اینا در برابره بکسدار مثل جو لویس، مثل ازاد چارز مثل راکی مارسین همشون درجه دو هستن و کم یه جوری که خود اینا هم همشون گفتن یه چنین چیزی رو خب ببین خود جورج فورمن بارها توی صحبتاش گفته که آقا قبل از ما بوکسورایی بودن که خیلی کامل تر از ما بودن یا خود جوفریزر فریزر همین الان شما سرچ هم کنین توی گوگل مشخصه چی گفته درباره راکی مارسیانو جولویست گفته خود جوفریزره که میگه من محمد علی رو شکست دادم و راکی مارسیانو و جولیس ده ها برابر بهتر از من بودن و میتونن اونا به راحتی شکستش میدن اما تا یه نکته هم باید بگم ای رضا جان اینا به ای که نگفته دیگه اونا چطور؟ نه 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 ما رو ندارن اونا ببین تو ورزش مس بوکس کسی تعارف نه ها نوشتن کسایی هستن که 60 سال 70 سال عمرشون رو درباره بوکس گذاشتن بوکس ورزشی که من همین الان من شما 80 سال خودمون بگیریم بخوایم بشینیم اینجا صحبت کنیم یک هزارم بوکس تاریخش رو نتونستیم بگیم مشخص اینجوری نیست که مثلا فلان کس من بارها شنیدم مثلا میام میگن که مایک تایسون گفته محمد علی بهترین بوکسر خب مایک تایسون یه جای دیگه تو حالت شاید خودش نبوده برگشته گفته جک دیمسی بهترین نه نه محمد تایسون چندین بار ازش پرسیدن که اگر تو با محمد علی مبارزه میکردی؟ کی میبرد؟ شروع میکنه تعریف کردن از محمد من یه نکته ای رو بگم در باید نمیگه با بهترین تاریخ ببینید در ورزش بوکس ما چیزی به نام پیشبینی دقیق نداریم چرا؟ چون یه اصطلاح خود میدونیم میگم مشت نامرده شاید در راند اول مشتی رد و بدل میشد یا به چونه یه مشتی می خورد که اون ناکوت میشه البته بوکس حرفه‌ای رو میگن نه مثلا هالک با میشه میره جایی بله اون نه مثال مثلا <applause> <خنده تصفيق> یه بیا بله بوکس حرفه‌ای <applause> که واقعا در یه لول بله ببینید شما هیچ موقع خیلی دقیق نمیتونی میتونی پیش بینی کنید دقیق نمیتونی بگی کی کیو میزد ولی به طور کاملا دقیق میتونی بگی کدوم بوکسر از کدوم بوکسر بهتر بوده و اینو قشنگ ب... تفکیک میشه گفت که کدوم بوکسر کدوم بوکسر حالا خیلی جالبه در مورد جورج فورمن که گفتی با جو فریزر دقیقا دو تا فایت های عجیب غریب محمد علی که ترکون تو دنیا همین فایت هاش بوده با جورج فورمن و با جو فریزر بله. که حالا خب سه بار بازی کرد با جو فریزر و با جورج فورمن هم که اون داستان های دراماتیک ممکنه تمام یعنی ممکنه تو این همه فایتایی که قدیمی داشتن هزار تا از این دراماتیکا به وجود اومده دوربینی ثبت نکرده بله کلنده. اتفاقا من چقدر نکته خوبی اشاره کردیم من اینو بگم خواهش میکنم از مخاطبین برنامه خوب علی جان که اینا رو دقت کنم ما دو جور مخاطب داریم یکی از که گوش نک فقط حرفو گوش میکنه که سری جواب بده یه موقع است که طرف گوش میکنه که یه نکته ای ور داره ببینید شما مسابقه ای که اولا درباره محمد علی ما صحبت داشتیم میکردیم ببینید محمد علی یه خورد سیاست بازیایی داشت که حالا به مرور زمان داره رو میشه توسط حالا هم منتقدین بوکس هم کسایی که علاقه منده به بوکسن ببینید شما وقتی نگاه کنید مبارزه جورج فورمن و علی دو تا سیاه دارن با هم مسابقه میدن جو فریزر و محمد علی دو تا سیاه پوسته که اینا اصلا خودشون ببینید محمد علی تحقیر رو در ورزش به نظر من محمد علی آوردش خب یعنی کنار خیلی حالا خوبیای ها بالاخره هر کسی خوبیای داره یه داره من خواهش میکنم نگاه تعصبی رو بزنیم کنار خوب گوش کنیم چون الان مطمئنم خیلی ها دیگه گوش بله. میگن وای این میگه محمد علی بده بده نه دوستا نه, نه در مورد چیزایی بله های... که نمیدونیم صحبت می‌کنه اینو این جالبه اینی که داری میگی یعنی تو میگی قبلش تأخیر کردن نبود اصلا ماهیت یک فیلم اگر کسی من ندیدم که بوکسورها بیان و به هم توهین کنن و همدیگر رو حل بدن حرف به هیچ وجه چه چیزی نبود شما نگاه کنی ببینید عبر انسان انسانای مثل مارسیان و جولویس چه احترامی به هم میذاشتن یعنی اینا خارج از رینگ یه پهلوون بودن و داخل رینگ یه گلادیاتوری که همه سابقه کشتن و فلج کردن این داستانا رو داشتن ببینید محمد علی اومد سال 1964 تو مسابقه اولش سانی رو به بدترین شکل تحقیر کرد که سانی لیستون خیلی ناره میگه خب منم سیاپوستم حرفایی که داری میزنی برای چیه یا توی مسابقه ای که توی کنگو توی زیر مسابقه داد با جورج فورمن حرفایی به جورج فورمن میزنه که خود توی مستندش هم هست که جورج فورمن میگه خب منم سیاپوستم این حرفایی که داری به من میزنی برای چی داری به من میزنی یا خود جو فریزر تا لحظه ای که بمیره حالا پسرش مرویز فریزر اومد گفت که بخشید پدرم علی رو ولی خودش تا خیلی آخر اصلا نبخشید محمد ولی به خاطر زبل تحقیرایی که میکرد چین کونگی و نمیدونم اصلا, و... اصلا شما یه چیزای چیزایی ببین شما نگاه کنید این صحبته که میشد حالا اینا رویدادهای تاریخی نیست دوستان عزیز رویداد تاریخی جولویس و مکس اسملینگ شما برید نگاه کنید ببینید مکس اسملینگ سفیدپوست طرفدار هیتلر آلمانی در زمانی که اوج بردهداری تو امریکا بودش سیاپوستا رو حتی اجازه نمیدادن اصلا دو تا در مختلف بودش که اصلا سفیدپوستا یه در میبینن سیاپوستا یه در دیگه جو لوئیس تو این فضا اومد مسابقه داد با مکس اسملینگ یا اشملینگ آلمانیش میشه اشملینگ و مکس اسملینگ مسابقه داد اون موقع توی پخش مستقیم رادیویی تلویزی 170 میلیون نفر نشسته بودن داشتن گوش میکردن در داخل و خارج از امریکا این مبارزه رو دنیا رو تکون داد حالا تو مبارزه اول جولیس قافل شد تو راند دوازده ناکوت شد تو مبارزه دومش که وقتی شکست داد مکس اسملینگو دنیا تکن دنیا فقط رادیو اصلا از همون راد... اصلا دنیا که هیتلر داستان شد و نمیدونه مکس از یه سری چیزا من کردن که خودش اومد جولیس گفته بود من چون باختم قافلگیرم شد تو مبارزه دوم اومدش و گفتش که من به جکی بلکبرن مربیش گفته گفته من تو راند اول ناکوت میکنم اسمه یه هم اطلاعاتی هم در مورد با... میخوام الان آیدین بده که کسایی که نمیشناسن یکی از بزرگترین بوکسورهای تاریخ سنگین وزنه یعنی میتونیم بگیم بهترین, بهترین, تاریخ سنگین تاریخ, تاریخ بله. یه اطلاع در موردش بده که بچا بدونن در مورد کی داریم صحبت میکنیم جو لویس ببین جو لویس به گفته تمام کارشناسان بوکس و اه... کسانی که منتقد بوکسن و خود فایترهای بکسورهای بزرگی مثل راکی مارسیانو مثل ازاد چارز بزرگترین بکسور تاریخه حالا دلیل داره ببینید جو لویس اولین بکسور سیاه پوستی بود که قهرمان ملی شد تو آمریکا قبلش هم بود بکسرهای مثل سم لنگفورد بود بوکسوره مثل جک جانسون بودن که حالا من درباره سم لنگفورد صحبت میکنم که 314 تا مبارزه داشت سم لنگفورد 314, 314 تا تا مبارزه داشت و کسی رو مثلا اینجوری اصلا نه دا. شما حساب کنید در طول 20 سال چند تا مسابقه داده مای ما دو تا مسابقه میداده و ببینید یه بکسوری بود که از سبک وزن قهرمان جهان شد تا سنگین وزن ما الان فایتر داریم 314 بار باشگاه نرفته اصلا نرفته بله باشگاه بله. نه ولی 314 تا خیلی رقم عجیبه بله بلی. 314 تا مبارزه حالا سم لنگفورد چه جور بکسوری بوده که حالا ما الان از بحث جولیس برمیگردیم سم لنگفورد میگم حرف زیاده برای گفتن سم لنگفورد بکسوری بود که 169 سانت قد داشت خب ما توی اصطلاحات بوکس خودت دیگه واردی و میدونی حتی تو ام هم داریم یه هایت داریم قد و یه ریچ داریم که طول دسته با قد 169 184 سانت ریچ داشت دست بلند دسته. بلندی داشت دست بلندی داشت و یه آدم عجیب و غریبی بود حالا از اون برم راکی مارسیانو رو داشتیم که با قد 178 فقط طول دستش 171 سانت بود که با 84 کیلو وزن اومد بچه داستانش حالا مستند راکی مارسیانو جو... رو را هم دوستان حتما ببینید چون صحبتش شد خود آیدین هم توسط راکی مارسیانو حالا بیشتر با هم آشنا شدیم و حالا بله. هم آشنایت داشتیم ولی سر همون مستند بود که خیلی جالبه یه جایی اصلا یه نکاتی گفت که ما تو اون مستند نگفته بودیم و خیلی کامل تر بود خب بله داشتیم بله خود راکی مارسیان هم بله تعریف از بله که اولین کسی بود که سبکه اسلاگر رو آورد تو بکس بیم ما چهار سبک داریم خب سوامر داریم اسلاگر داریم باکسر پانچر داریم و آت باکسر داریم خب اینا سبکای بکسه خب که خب جو لویس کسی بود که در حال که اسلاگر بود یه آت باکسر خیلی خوبی هم بودش و یه بکسر بعض ما سوامر هم میشد خب یعنی حمله میکرد یه کسی بود که سبک سنگین وزن رو عوض کرد خب و رکورد داره جو لویس جو از سال 1937 که بعد از مسابقه که به مکس اسملینگ باختش اومد با جیمز براداک مسابقه داد برد تا سال 1949 دوازده سال پیاپی پی پی از عنوان قهرمانیش دفاع کرد بریکالا. ببینید ما یه بوکسوری داریم دوازده سال دوازده, دوازده ببین شما دوستان دوازده بار نه دوازده سال دو... در 25 مبارزه خیلیه خیلیه و ببینید شما یه مثلا من ببینم میگن ایواندر هالیفیل چهار بار قهرمان جهان خوب چه جوری چهار بار قهرمان شد خب باخته اومده تو ریمت زده این که نشد شما یک بار قهرمان جهان شد 12 سال نگه این گفتی چند بار بود دفاع این... کرده بود 25 بار 25 بار اونم جلوی چه حریفایی کسایی که همشون ببین دوستان بوکسور، بوکسای قدیم اینجوری نبود ببین یه مستند درباره فلوید میوودر فکر کنم کار کردی بر. ببینید فلوید میوودری که میاد میگه خوب دقت کنید میاد میگه من بهترین بوکسور جهانم اصلا فلوید میوودر کلا 50 تا مبارزه کرده ما بوکسوری داشتیم به نام هنری آرمسترانگ که در عین واحد در یک زمان قهرمان سه وزن بود 181 مبارزه کرده بوکسوری ما داشتیم مثل ویلی پپ 220 مبارزه اینا همه توی فدرویتن توی پروزنن که بعدا حالا توی همون وزن لایتن. خود فلوید هم وزن خود فلوید بودن شما حساب کنید 220 تا مبارزه کرده و 220 خیلی خیلی 200 ببخشید 42 تا 242 تا مبارزه کرده 230 تا 230 م... تا برد داشته 229 تا برد داشته 11 تا شکست خب چند برابر فلوید مسابقه داده 5 برابر فلوید فلوید اگر از 50 تا میخواست برسه به 80 تا 10 تا باخت میداد ما توی بوکسورای معاصرمون هم بوکسور مکزیکی خولی سزار چاوز خیلی ببینید خوب گوش کنید بله خیلی خوبه. خوبه من اون رو دوستش دارم خولی و سزار چاوز علی رضا جان توی چندمین مبارزه اولین باخته شدات. توی 89مین مبارزه اولین باخته شد خب این اگر می‌خواست دنبال رکورد بود تو فکر کن تو 88 می کشیده بود کنار میشد به بوکسور بدون باخت بدون باخت درست ببین ما اطلاع از خود راکی راکی مارسیانو داستانش فرق می‌کنه حالا میگم که ما خود مستند راکی هم رفتیم آخرش گفتیم گفتیم که خب واقعا رکوردش که یه رکورد عجیبیه چون بدون نظر بدون باخت بودنش بله. قبول بله. حالا درست جول لوئیس خب گنده تر بود بله حالا که باخت داشت به خود راکی مارسیان هم باخت ولی خب. آخر میگم الان چه جوری باختشو بگو بله. بله. اینو بله. هیچ کسی اینو بگم که خب ببین یه چیز این اطلاعاتو ببین ما بوکسوری داشتیم که 2006 با مایک تایسون مسابقه داد برایان نیلسون برایان نیلسون یه بوکسور چاقی هم بودش و اینو ولی بوکسور خوبی بود که آرتیدی شدش جلو تایسون ببینین اون برایان نیلسون هم 49 تا مبارزه بدون شکست داشت خب اگه میکشید کنار چی اومدیم 49 به رکورد مارسیانو رسید میگفت من دیگه بوکس نمی کنم خب می می اومد بغل راکی مارسیانو دیگه ولی اینجوری نیست خیلی چیزا دست به دست هم میده دنبال رکورد نبودن بله ببین جولویس هم میتونه بدون شکست باشه ببین راکی مارسیانو زمانی جولویس لوئیس نظر سنی حدود 10 سال جو بزرگتر از راکی مارسیانو و اون زمانی که البته تجربهش هم خیلی بیشتر بود تجربهش بود ولی یه ماکت از جو لویس بود دیگه جولویس داستانش این بود که دو سال بود بازنشست شده بود دولت وقت امریکا به قدری به این فشار آورد که چهار میلیون دلاری که بوکس در آورده بود از دست داد و انقدر مالیات بستن به این ورشکست شد یعنی جولویس داستانش آدم وقتی میخونه اولا جولویس رو بهش میگم مرشد یعنی تمام ورزشکار دنیا من هر میشه میگم اسم جولیس میاد بعد یک بار بلند بشن از جاشون بشینن بوکسورا دو بار اینقدر قابل ما الان دو بار پاشیم یه بار دو بار بعد حالا مما تا مما تا مما ایت باید ایت نصفم مما نشستی نشستی بوکسور نیستیم یه بار پاشدی نیستی جالب گفتی و یه قم نکته قم بله. برای جولیس بگو لطفا آخر عمرش چجوری بله جولیس آخر عمرش با اون عظمت توی یه کافه دربون بودش یعنی مجبور حتی به مسابقات نمایشی کشتی بعد اینقدر تحت فشار بود که حالا سیستم مافیایی فشاری آورد که جولویس برگرده برینگ اونجا که اومد جلو راکی مارسیانو که داستانش هم اینه که با راکی مارسیانو که مسابقه داد راکی مارسیانو بوتش جولویس بود یعنی دو تا کسی که اومدن بردن هم ازاد چارز، هم راکی مارسیان ازاد چارز با امتیاز بردش یونامینوس دیسیژن 1004 هم بوتش جولویس بود راکی هم بوتش جولویس بود و بعد از اینکه برد جولویس و راکی مارسیانو توی رخکن گریه کرد به قدری اینا دوست داشت و داستانی که داشت برادر راکی مارسیانو میگه تا لحظه ای که راکی مارسیانو فوت کنه تا توسط حالا سقوط هواپیما بود که سانه ای بود ناراحتی داشت و یک مقدار افسردگی داشت برای اینکه جولویس ناکوت کرده بود یعنی نمیخواست جولویس رو ناکوت کنه میخواست هم دیگه مجبور بود اونم دلیل داره برای اینکه چارلی گلدمن مربی راکی مارسیانو تو بین 7 و 8 بهش گفت که جون داره درد میکشه و برو راحتش کن یه این حالت که برو تموم کن اینو من تا به حال نشته این خیلی نکته جالبیه که می اصلا موی تنم اصلا من خودم هم موی تنم بعد این مو نداری که زدی نه ولی واقعیت بله این که شما من مثلا این مثل این میمونه که یکیو مثلا با تیر زدم میگه برو راحتش کن تو فیلم ها دیدی با تیر میزنن تو سر طرف بله. اینو من نشنم این مربی بگه برو با ناکاوتی راحتش کن یعنی ناکاوت بشه تموم بشه که انقدر زرش درد, درد, درد نکشه. نکشه. بله قابل انقدر بهش احترام میذاشن که اون کارو کرد و تا آخر اون میگه مارسیانو به قدر اینا رفتار پهلوونی داشتن گلادیاتور داخل و رفتار ایرز به یکی بخون نمره بدن همه چیشو نگاه میکنن شما راکی مارسیانو وقتی با ولکات توی حالا توی اگه من اسلاید نشون بدی هستش وقتی بغلم نشستن دارن صحبت میکنن به قدری قشنگ پهلگونی دستشو گذاشته رو پای والکات و از بردش داره صحبت میکنه خجالت میکشه پایین رو نگاه میکنه و شما مقایسه کن با بوکسور الان و حتی ام ام ای که بدترین فوشا بی احترامی و میکنه من خواهشم اینه که ببینید قدیم تکنولوژی دوربین نبود خب تکنولوژی دوربینای خوب نبوده مون همین تکنولوژی من همیشه میگم دینش رو داره به این بکسورهای قدیم میده با اطلاعاتی که رد و بدل میشه با چیزایی که هستش الان مثلا یکی مثل ایرزا میاد زحمت میکشه این برنامه سخت بچا تخصصیه بوکس یه ورزش تخصصی اینجوری نیست که بیای بشینی مثل فوتبال این داستان نیست هر کسی بیا صحبت کنه خودت باید هم ورزش کرده باشی هم بلد باشی داستان چیه برای همین این تکنولوژی یواش یواش کمک میکنه که اسم این بزرگا بیاد سر زبان بعد 100 سال ساختیم مستندش بله 100 سال پیش مراکی مارسیانو بوده بله بله خیلی حرفه ولی واقعا اه... البته 100 سال پیش به دنیا اومده به دنیا اومده بله. منظور بله به دنیا اومده بله. بله. شده. دقیقا فکر کنم 99 سال پیش دقیقش دید. بله درسته بله و... ولی ب... 1923 بود 1923 بله. به دنیا آمد. و بوکس هم یه نکته جالبه بهت بگم که بوکس تو 24 سالگی شروع کرد راکی آره همین تو مستند گفتیم اینو این عجیب بود برای من خود من که عزیب. همون تو لحظه که میخواست با جو لویس مبارزه کنه گفتیم 17 ساله داره مبارزه میکنه راکی مارسیانو دو ساله بله و آخه یه چیز جالبم بگیم خیلی بزرگتر بود جو لویس دروشتر بود ریچ ونتج داشت این نکته ولی نکته اساسی بود که دور بود نه از نظر قدرت مشتی هر مشت راکی مارسیان برابر بود با چهار تا مشت جولویز این چیزیه که حساب شده خیلی قدر ببین باده. شما کیسه که راکی مارسیان میزنه چهار برابر کیسه ای که مایک تایسون داره میزنه یک کیسه ای به این قد 300 400 کیلو وزن شما کیسه هایی که راکی مارسیان داره میزنه بعد با 84 کیلو وزن اصلا یه بدن دفورمه ای داشت شما واقعا 84 من بوده اصلا یه اما سبکتر بوده اصلا سوپر میدل ویت بود به لایت هیوی ویت هم نمیرسید وزنش نه آخریاش تو 90 مبارزه نمیکرد آخرش اومد تازه 90 کیلو تازه میشه لایت هیوی ویت درسته آخر دیگه نمیتونست یعنی با اون طول دستای کوتا و اصلاً... از همه کوچیکتر بود تو فایدهش من نگفتم. بله بعد اصلا چارلی گلدمن بهش گفت برای اینکه گفت به تو حمله نتونه کنم باید خودتو کوچیک کنی یه حالت عجیب و غریبی داشت سر جلو بود یعنی شما مبارزه ای که بهترین مبارزه تاریخ سنگین وزن میگم مبارزه جوولکات با راکی مارسیانو مارسیانو است مسابقه یکش دو بار مسابقه دادن حالا من میگم بوکس های دیگه هم بوده مثل مثلا جو لویس با بیلیکان یا ازاد چارلز با خود راکی مارسیانو ولی والکات که چیزی که همه اتفاق قول میگن که اون بهترین بود شما راند 13 نظر امتیازی عقب بود مارسیانو خب مشتی به جو والکات به وجه قدیم چند رانده بوده قدیم 15 راند بوده یه زمانی زمان جک جانسون اینا تا سیران دم میرفت سیران دوستان بله. سیران مبارزه 40 راندی داره جک جانسون چ... بله اینو من نمیدونستم چهل ران مبارزه بله. خود راکی مارسی. رو کاغذ بذاری تو به بیزراس بله اونو بهشت زهرا که اسم <تصفح> اسم دیگه داره. آره دی. قبرستان ملی آمریکا ولی <تصفح> عجیب غریبه برای من چهل راند آدمای عجیبی بودن ببین بله. من انسان یک یه چیز عجیبی که برام گفتینه که تو بعد از ما... راکی مارسیانو میگی بوکس تقریبا تموم شد من هنوز به قدیمی که داشون می میپردازم گزارش میکنم خیلی ناراحت میشم میگم جدید میگم واقعا شما تصور کنین تایسون فیوری الان نه خیلی قدیم با مایک تایسون میذاشتنش بله. با مایک تایسون 20 سالگیش و خدایش, خدایش بنویسید یه راند بیشتر میشد یا نه الان بوکس آدم نگاه میکنه به نظرم خیلی از رشته پیشرفت کرده بوکس پسرفت کرده بله. تو دنیا حالا من <تصفح> یه ذره تو این قضیه باهات چیز دارم اختلاف دارم شما میگی اون زمان بهتر من باز دوران تایسون و اینا رو خیلی دوران بالایی میبینم ولی از نظر انسانی که اینا یهو یه, یه کارایی میکردن که انسان نمیتونست بکنه چه راند مبارزه 300 تا بازی زمان تایسون هم نبود واقعیت بله ببینین زمان ببین مایک تایسون داستانش فرق میکنه خب شما مایک تایسون رو که 1985 جوان ترین قهرمانه سنگین وزن تاریخ شد اینو با بوکسورای بقیه هم نسلش بذارین کنار ببینیم بوکسوری مثل هالیفیلد داستان داره که اصلا چرا اومد تایسون رو شکست داد و اینا حالا ما به موقعش الهی بخوای دربارش صحبت میکنیم خب ببین سال 85 که مایک تایسون قهرمان جهان شد دسته حرفه ای اصلا ایواندر هالیفیلد وزنش نمیرسید که بیا سنگین وزن داشتش توی حالت آموزشگاه مسابقه میداد و بول رکوردی هم داشتش ولی در حالی که نظر سنی هم یه سال بزرگتر از تایسونه چهار سال ببخشید چهار سال از مایک تایسون بزرگتره الان 60 سالشه مایک تایسون 56 سالشه بعد 1962 متولد بعد لینوکس لوئیس خودش یک سال از مایک تایسون بزرگتره 1965 لینو... همشون بود آخه لینوکس لوئیس 1988 تازه داشت تو المپیک سئول مسابقه میداد یعنی آماتور بود گذاشت اینا که کارشون تموم شه. از دوران اوجشون که خارج شدن اومد برد ببین اینجوری امتیاز میدن کارشناسا اینجوری که بگید چون لینوکس لوئیس اومد مایک تایسون رو در سال 2002 شکست بهتر از مایک تایسون نه اینجوریست. زمانش خیلی مهمه که شما با اون حریفی که داریم بله. داری میکنی چه زمانش بوده الان نکته ای که گفت هم از تایسون هم از لینوکس لوئیس هم از جو لوئیس هم از راکی مارسیانو اینه که آقا زمانش شما یه زمانی گلدن تایمته یه فایتری بهترین موقعش تو اوجشه ولی بله خب یه زمانی هم بوده تو پایین ترین حالتش بوده تو دوران بازنشستگیش بوده اما اون بالاخره ثبت شده مردم به با عنوان باخت دیگه بله. خب دیتیل که نمیدونن دی... بخوان به جزئیات همه خب بخوام بدونم دیگه بعد جزئیات کسایی که واقعا اینا که دارن الان برنامه رو میبینن من مطمئنم که عشق جزئیاتن خیلی هم ممکنه این اطلاعات رو کامل من خواهشی که دارم عینک تعصب و در بیارم و واقعا بشینم پاش من خودم چند سالی بود که حالا اگه بخوای حالا صحبت میکنم درباره خودم که بوکس تو مثلا چه جوری شد اصلا خودت مثلا... چی شد که اول ب... اینو برای من بگوید این کلا که خودت چه جوری بوکس تو علاقه من شدی چه کارهایی در بوکس کردی شما میدونم تو روزنامه نگاری هم میکردی مطالب هم دادی در مورد بوکس اینو توضیح برام بده بعد دوباره بریم داستان خوباً. این که اومدم سمت بوکس اینه که توی هفت سالگی اون موقع ویدیوهای وی اس بود اگه یادت باشه اینا هم به صورت قاچاقی می آوردن ما یه دونه ویدیو وی اس گرفتیم و قرار شد اون یه کلوپی تو محل ما بود قرار شد فیلم بیاره ما بشینیم نگاه کنیم موقع دو سه تا فیلم کارتون برام آوردش وسط اینا یه فیلمی بود روش نوشته بود بوکس تایسون و مبارزه دوم مایک تایسون بود با دانوان راداک که تو دوازده راند با تایسون با امتیاز میبرد آقا من سه سال چهار سال هر روز از مدرسه که می اومدم این فیلمو میذاشتم تمام فامیلم که میمدن خونه ما این مسابقه رو حفظ بودن یه فایت بود یه فایت همین شروع کردیم دیگه من تو مدرسه زمانی که مجموع ممنوع بود بله اصلا بعد اون موقع دیگه تو مدرسه تو چیز همه دیگه من اسم تایس انقدر من تایسون رو دوست داشتم برای میگم که نگاه تعصبی بود من اگه بخوام رو تعصب صحبت کنم فقط باید تایسون حرف شما پس با تایسون شروع کردی با تایسون شروع کردی با کی تموم کردی جولویس با راکی مارسی راکی و شوگ ری رابینسون حالا به اونم میرسیم که بوکسورای بزرگی اون کیا بودن بعد بعدش اومدم دیگه تقریبا 17 18 سالم بود اومدم خودم بکس رو کار کردم یعنی چون اطلاعاتی داشتم علاقه داشتم اومدم سمت ورزش بکس و شاگرد استاد محمود کیهانی خدا رحمتش کنه پارسال به خاطر بیماری کرونا فوت شدن یک مرد اخلاق و یکی از بهترین مربی های ایران بودن که من افتخار شاگردیشون رو داشتم نزدیک سه سال شاگردشون بودم سال 1383 تو مسابقات قهرمانی تهران 6 ماه بود کلا بوکس شروع کرده بودم 48 کیلو یا یعنی میشه مگس وزن مخ کوچیک تر بودیم از الان فلای ویت بودیم بله اومدیم و 48 کیلو نایب قهرمان تهران شدم به آقای عامری باختم که 10 سال سابقه بوکس داشت خب من 6 ماه بود با ام سه تا سراند بودش 3 دقیقه الله. بعد, من... بعد, از اون رفتی روزنامه نگاری؟ بعد نه در حین اون کار و قبل از اون من مطالبی رو برای هفته نامه ها میفرستادم اون موقع اینجوری بود که پست میکردن من تو خیلی بعضی موقع دیر میرسیم مثلا من یه بوکسی درباره جولیاس فرانسیس و مایک تایسون یه مطلب نوشتم دو هفته بعد از اینکه مسابقه تموم شده بود تازه مطلب منو چاپ کردن قدیم اینجوری بود قدیم اینجوری بود بله. نمیشد فهم یعنی مثلا میگفتن یه هفته بعد مبارزه حتی تایسون نه حالا قدیم گفتن تایسون گوش یکی رو گاز گرفته باری کلا همین جوری بود نمیدونستیم <wines> من سه سال دادی. بعد فهمیدم که وقتی م... که گاز گرفت من سه سال بخ... مثلا دو سال قبلش دو سال بعدش فهمیدم که این مبارزه دوم حال فیلد و تایسون بوده یه بارم مسابقه حالا یه سری ممکنه بگن بچه کوچولو شما مگه چند سالتونه بذارید توضیح ما اینو بدیم اولا ما نسلی هستیم که حالا دوستانی که شستیان متوجه میشن این داستانو از شست به قبل که کامل متوجه میشنن به بعد نه ما اینترنت نداشتیم بله. نسلی که با اینترنت اومد و رشد کرد فکر میکنم هفتاد و هشتادی ها بودن دیگه بله. هفتادی ها بودن ما دیگه تو سن فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 15 سالگی 16 سالگی دیگه یواش یواش این اینترنت که کارت میومد بوق میزد و صدای وحشتناک میداد به تلفن وصل میشدی و میرفتی یه گوگل رو میخواست باز کنه سه ساعت طول بله. میکشید بود نمیتونستیم یه فیلم رو در بیاریم نه پول تلفن میمد یا کتک میخوریم یا نمیذاشتن اصلا دیگه کنیم یه داستانه اصلا پیچیده بود بعد شما همین الان با اینترنت خوب نمیتونی بری سریه بازی لایو در بیاری بله. راه داره حالا دیگه ما داریم الان هی نشون هم میدیم ولی مسئله اینه که دنیا دنیا اطلاعات ما داریم اطلاعات 100 سال پیش و بعد از این همه سال داریم واقعیت میگیم همه میگن بعد قدر یه چنین برنامه رو بدونن این مخاطبین که اینجا علیرضا نشسته چیزی که شما بخوای بری خودت یاد بگیری ده سال بعد وقت بذاری و داره برای شما میذاره پس ما بعد اون نگاه تاسیبی بذاریم کنار مرسی. و واقعا استفاده کنیم شما هم دمت گرم واقعا آقای دین میدم میگم نظراتی که داریم میدی نظر کارشناسیه بچا فوق باشه. کارشناسی من فکر نمی کنم. همچین برنامه‌ای در تاریخ فارسی زبان بوده باشه من فکر نمی کنم در تاریخ فارسی زبان ها صحبت تو بله. انگلیسی بوده زبان دیگه اسپانیش قطعا بوده چون هم دیگه بله. خدای بکسن بله. ولی در فارسی زبان نبوده مطمئن باشید خیلی هم هنوز این مطالب رو نمیدونم منم خیلی چیزها رو نمیدونم این نیست که همه نهایتش باشیم شما هم مطمئنا یه سری دوستانی بله. هستین که مثل آیدین سری چیزا رو میدونیم که ماها نمیدونیم حتما زیر این بله. برنامه بنویسید بنویسید برامون خیلی که الان بچه ها خیلی خوب سوال میکنن به و... من همیشه الان گفتم گفتم که تکنولوژی وقتی خیانت کرد به این بوکسورای قدیمی الان میخواد جبران کنه و داره یه جوری به بچه ها نشون میده من فقط اون حرفم رو تموم کنم درباره خودم که من بوکس و چون اومدم و مسابقاتم دادم تا دیگه چون علاقه بیشتر به نوشتن و این داستانا بود اومدم به واسطه حالا دوستایی که داشتم یه سه چهار سال اومدم کشتی از سال 89 که به کل اومدم سمت پرورش اندام. اون تو چیزی که منو اذیت میکرد ای رضا جان واقعا این بچه ها این کامنت هایی که من توی اینترنت میبینم شما یه دونه بوکس از هر کسی اصلا آقا آیدین با ایرزه یه مسابقه داده بذار تو اینستاگرام سری یه 5 6 نفری هستن مینویسن محمد علی بهترین بود بعد آقا برو اصلا چه ربطی بعد تو برو ازش بپرس خب درباره من پرسیدم و خب میگم میشه خور صحبت کنی درباره محمد علی محمد علی خوب بود دیگه میگم خب چرا میگه بود دیگه چون میگن حالا مثلا یه مصر. ببین ما ج... الان یه ذره کلی شد ب... داره بحث بکس فنیشو میگه ها بله. البته البته من فکر کنم تو انتقادایی تو چیزش هم داری میگه اخلاقش هم خوب نبود بله من مثلا میگم جو فریزر اون آه من همیشه میگم اون آه جوفریزر اینا رو گرفت که این بنده خدا حالا علی سی سال چل سال افتاد یه جا رکیکترین صحبت ها خب من یه چیزی دارم میگم به نظرت ببین این از این دیدم نگاه کن مایکل جوردن بسکتبال رو بالا بوکس و نظر مارکتینگ دارم میگم نفنی مارکتینگ بله. محمد علی ترکون تو دنیا یعنی شناسون همین که شما میگی هر جا میری همین میگی محمد علی بهترینه حالا به اشتباه اینه که مارکتینگش شروع بوده من میگم به نظرت یکی از کارهایی که کرده که تو میگی بد بوده این که مسخره میکرده اینا هر نظر اخلاقی بده ولی نظر مارکتینگی شما الان نگاه میکنی کانر مگرگر میاد فوش میده دیدی که چه کارایی میکنه اذیت میکنه ترش تاک میکنه البته الان تو بدنشون افتاده یعنی وقتی با فلوی بدین کار میکنه جفتشون میدونن که دارن چیکار میکنن به خاطر پوله. پوله. ولی همین داستان باعث شده که الان بوکس شده پول یعنی پر درامت ترین ورزش و ام خب هم خواب میگم اگه اینا نبود نه. شاید محمد علی این کار نمیکرد میشد همون جولویسی که الان دم در بعد وای میستاد دربونی نه. میکرد نه نه یه چیزی بگم آخه ببینید جولویس درست دربونی کرد ولی چجوری تموم کرد زندگیشو یه افسانه شد خب ببینید محمد علی اون, اون مردم کسایی که میگن محمد علی افسانه تره نه خب مردم حرف عوام. مردم عوام. عوام, عوام حرفشون ببین عوام 50 سال دیگه عوام بوکس 20 سال دیگه 30 سال دیگه نظرشون عوض خواهد شد همینطور که الان داره عوض میشه ببین خیلیا به من مثلا با من صحبت که میکنن میام میگن آیدین مثلا راکی مارسیانو که انقدر خوب بوده چرا بولد نشده مثلا جو لوئیس مثلا شوگر ری رابینسون که بهترین بوکسور تاریخه توی پوند به پوند در تمام دستای وزنی خب میگم من بهشون میگم ببین تو نشنیدی بله پوند فور پوند میگه جولویس درباره شوگر ری رابینسون میگه که ری رابینسون بوده من بله. فکر جولویس بوده نه 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 جولویس خودش یه جمله داره میگه که بوکسوری به مانند شوگر ری رابینسون دیگه داخل رینگ نمیاد حالا درباره اونم صحبت میکنیم ببینید من میگم کسی اگه طرفدار محمد علیه موقع اصلا یکی علاقه شخصی داره ولی قانونا و چی میگن اتفاقات های دقیق بوکس بدون طرف بهترین بکسور نیست من خودم عاشق مایک تایسونم ولی مایک تایسون بهترین بکسور تاریخ نیست خب میتونم بشینم حالا دفاع کنم آقا من مایک تایسون رو دوست دارم شاید الان مایک تایسون مثلا با یه مثلا جولیس مسابقه میداد شاید مثال میزنم الان نه الان نه ولی شاید 5 سال پیش من طرفدار مثلا مایک تایسون بودم خب ولی ما تاریخ بوکس رو بدونیم بعد بیایم از محمد علی صحبت کنیم و شما مطمئن باشین کسی که تاریخ بکس رو مطالعه کنه و شما بخواید نظر بدی حداقل باید 5 سال وقت بذاری درباره بوکس بری بوکس حالا آره تموم نمیشه تموم نمیشه بعد امکان نداره اصلا خودت دیگه درباره بیای بگی محمد علی بهترین بوکسوره بعد ما این دیدمون هم اینجوریه بعد یه مکته هم بگم بوکسورای قدیم ولی بهترین مبلغش بود نه بهتری مبلغ نبود بیشتر نه 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 نه, نه، ببین برای اینکه خود محمد علی الگوش شوگر ری رابینسون بودش نه نه بر مردم به مردم ببین مردم آخه نظر میدیا خوب. مدیا خب مدیا میام مدیا یه بحثه خب فنی آره خب ما الان فنی رو داریم صحبت می‌کنیم ولی مدیا فن. رو بگیم مثلا مدیا چی نظر دم دو مدیا کوتاه بعد بریم سر فنی ببین از نظر مدیا جز تاپ 5 بوده به نظر من خب یکی ببین... بوده تو یک نمیتونم بهش بگم چون نمیگم یکی بوده پس نه جوز تاپ 5 بوده حالا من نظر من شوگر ری رابینسون آره ولی ببین, ببین شوگر ری رابینسون بوده که باعث شده مدیسون اسکوار گاردن برای مسابقه آره. جو فریزر رو کلی پر بشه که همیشه هم شد مدیسون بله. مدیسون گاردن نیویورک همیشه هم اونجا بله. هنوز هم برگزار میشه برگزار میشه بله یه چنین چیزی بعد شما باید تاریخ بوکس رو بخونی ببین الان میگم مثلا فلوید میویدر با کانر مسابقه داد انقدر جمعیت اومد آقا قرن اول قرن بیستم تقریبا سال 1919 خب ما یه مسابقه ای داشتیم که اولین مبارزه میلیون دلاری تاریخ بوکس شد بین جک دمپسی یکی از سنگین وزنای بزرگ و جورج کارپنتیو خب هشتاد هزار نفر تا بعضی میگن تا صد هزار نفر اکسا هستش صد هزار نفر رفتن این مبارزه رو تو نیوجرسی دیدن اصلا که اسمی از این مبارزه هست کسی میدونه که صد هزار نفر اومده نه همه فکر میکنن مثلا مبارزه فلوید خیلی نه بوده قدیم و لا بوده خیلی بهتراش هم بوده جمعیت زیادتر میومده بعد یه بحثی هم در باره فنی بکنیم ببین بوکسورا رکورداشون خیلی مهم الان پس رکورد فلوید میودر هنر نشد من به تو گفتم چاوز میتونه 85 می 80 بکشه کنار چاوز الان بوکسوری بود که رکورد بدون باخت خیلی نکته مهمی بله. ها تا 80 به صفر بوده رفته ادامه داده ویلی پپ 63 هف... تا مبارزه خودش بدون شکست داشت اومد به سام... سامی آنگوت اولین باختش داد علی رضا بعد دوباره 74 تا مبارزه بعد و بردش تا به سندی سندلر باختش یعنی 140 تا مبارزه یه شکست شما تو پلی هم نمیتونی نمیتونی یه چنین چیزی پلی نمیشه نمیشه اینا سا... <تصفح> واقعی صحبت بله اصلا یه چیز عجیب غریبیه ببین مشت هزارم ثانیه است رد چه بگیره به فک افتاده حالا هر کی میخواد باشه ولی بله. عجیب غریبه برای من این عدد و رقم ها حتی مبارزه اول راکی مارسیون هم فیلمش نیست دیگه حالا دا داریم در مورد قبل صحبت بله. لاستارزا بله بله مثلا مسابقه اولش نیستش بعد کاری که که و یه بوکسوری ما داشتیم به اسم آرچیمور ببین رکورد داره ناکوت بله رکورد داره ناکوت در تاریخ 132 تا ناکوت 220 تا مبارزه علی رزا جان تو حساب کن کلیو فریزر و تایسون و فورمن و نورتون و همه رو مسابقه هاشون بذاری رو هم اندازه آرچیمور میشه را... راکی مارسیانو آرچیمور رو برد آرچیمور رو برد خوا... آرچیمور رو موقع سنش بالا بودش اه. آرچیمور م... متولد هزار 15 و... باشه خب 7 8 سالی بزرگتر بودن پس تو میگی قدیمی ها اینجوری نبودن که بکشن کنار با میسادن تا تاش میرفتن اسمشون جون میدادن از چارز خودت میدونی که چی شد آخر عمری چه از چارز ای، آمیولاتر... رترال اسکلروزیس گرفت بله آیس باکت چالنج یادتونه یخ میریختن رو سرشون یه بله. چالشی بود تو اینستاگرام راه افتاد همون بیماریه که چارلز گرفت و متاسفانه توی خونه آخی... سالمندانم فوت کرد فوت کرد هم فوتکر. فوتکر. پایین بود بعد 52 سه سالش 52 ساله تو ساله خودش شو گری رابینسون و آخر عمری شو گری رابینسون آدرس که جیبش میذاشن خونه رو گم میکرد آلزایمر بله. گرفت خیلی بدجور 201 مسابقه داشت خیلی بدج بود شوگ ری رابینسون پوند فور بهترین بکسور تاریخ 201 مسابقه 174 تا برد داشت محمد علی رکوردش چجوری بود محمد در... علی 61 مسابقه داشتش که 56 تا برد داشتش و 5 تا شکست داشتش شکست های مختلف داشت ولی بعد نحوه مبارزش هم این کلمه محمد علی یه بکسر آت باکسر بود ببین کسایی که میگن الان میخوام بیان کامنت بذارن که سریع ترین بکسر بود خب بکسوری که روش مبارزش آت باکسره که آت باکسره قدرت مش نداره خب خود ازاد چارز آت باکسر بود خب ولی خب فرم میکرد آت باکسریش حالا تو یا مثلا بیلیکان آت باکسر بودش خب, خب فلوید میویدر خودش آت باکسره داره، داره. درسته؟ بله. ببین بوکسور آوت ولی مثلا جورج فورمن اینجوری نیست اسلاگر بود آره اونا خب. قدرتی هن. قدرتی بودش مون تو خب اسلاگری جورج فورمن با اسلاگری جولویس خیلی فرق میکنه جورج فورمن خودش هم ببین نحوه آرچیمور یه تایم مربیش بود ایراد حرکتی داشت تو رینگ مثل مومیای حرکت میکرد تو رینگ مشکل حرکتی داشت حالا به خودتون قدرت بالاش که بود قد بلند و قدرت بالایی که داشت میتونه دستای بلند میتونه حریفاشو سیس کنه مون تو یه نکته دیگه من ایرزا جان بگم شما باید بکسار رو نگاه کنی و برای اینکه نگاه کنی باید بکسور باشی و بکس رو بفهمی ببین شما مبارزه ای مثلا مثل راکی مارسیانو ازاد چارز مسابقه اولش که یونا مینوس دیسیژن شدش خب تو راند 15 برندش راکی مارسی آقا راند ده به بعد تازه موتور اینا روشن میشه آره واقعا نمیجی آقا روزی 25 کیلومتر میدویدن روزی 15 20 راند اسپارینگ میکردن 25 کیلومتر دویدن آه. بعد شما مبارزت محمد علی نگاه شیش کن شما یه بار یکی میره میگه رفتیم هفت ماراتون دویدیم <applause> <applause> هفت ماراتون 20 کیلومتر هر روز 25 کیلومتر نه اینا واقعا آدمای عجیبی بودن عجیب غریب بر کشته داشتن توی ازا چارلز خودش آدم کشته بود شوگر ری رابینسون یه داستانی داره با جیمی دویل نمیدونم شنیدی یا نه, <تص> نه, نه, خواب میبینه که حدود یک ماه قبل از اینکه با جیمی دویل مسابقه بده شوگر ری رابینسون خواب میبینه که جیمی دویل رو میکشه و انصراف میده یک کشیش میاد با این صحبت میکنه هفته دو هفته میگه که اصلا اون خواب مبنا نیست که شما بخوای بخوای روش زوم کنی بیا و مسابقه. اینو رازیش میکنه بیاد مسابقه میده مسابقه میده جیمی دویلو میکشه تو مسابقه بله عجب دوست جیمی دویلو میکشه و عجب دوستانی. شوگر ری رابینسون میاد و مادر بعد که مادر جیمی دویل باش میره صحبت میکنه میبینه که یه دست خطی داره جیمی دویل که آرزوش نوشته بوده که اگر شوگر ری رابینسون رو من بردم میخوام یه خونه برای مادرم بگیرم که شوگر ری رابینسون یه خونه و از اواید مسابقهش برای مادر جیمی دویل میگیره بابا می میکشتن شوخی نداشتن که با اینکه خارج از این خیلی انسانه یعنی اصلا شما یه حرکت توهین آمیز تحقیر کنن توی مدیسون اسکوار شما جولیوس راکی مارسیانو رو وقتی اون فیس تو فیسش رو نگاه میکنی سرش انداخته پایین راکی مارس دستش گذاشته رو دست جولیوس به قدری یعنی به چشاش نمیتونه نگاه کنه از هزار ناحیه بعد نگاه راکی هم جالب بود که وقتی که رو شکست میداد بعضی از حریفاش دیگه بله ناقص ادامه می نمی بله. رو، بوکسو. بله ناقص می شدن خیلی دو, دو تاشون خودش اون خرج بیمارستانشو که من میخوندم خودش برده نه. بود بله گفتیم اونو توی چیزم بله. تو, مستنع، تو جد بله. مستند تو جده مبارزه اولش بود بعد داشتم میگفتم می بله شما بشینید ها رو نگاه کنید شما بوکس های جلویی سنا 50 60 مشت سنگین تو هر راند به میزنه بعد بیای بوکس های مثلا آقا تاپ محمد علی به نظر کدوم بکسشه مبارزه مبارزه اولش تو مدیسون اسکار گاردن 1971 با جوفریزر فریزر خب همش کلینچه از راند هفت بعد چسبیدن به هم شما بکسو رو نگ... اصلا افت داشت اینا بوکس قدیم کلینچ کنن کلینچ نمیکردن شو راند ده به بعد تازه می زدن. خود مایک تایسون بارها خودش هم از آن کرده ریش مشکل داشت مشکل تنفسی داشت مایک تایسون خودش توی مستندی که فکر کنم کارگردان مایکل مور بود که کی بود که مستندی ساخت ازش اونجا میگه میگه من چش یادم تو بچگی تو بیمارستان بودم به خاطر ریه و بیشتر از چهار راند برای همین بود که مایک تایسون وقتی چهار پنج راند که نگه میداشتی دیگه مایک به مشکل میخورد همیشه یه حالتی آمد. داشت دستاش اینجوری جمع میکرد عقب اونجا بعد میدونستی تایسون داره افت میکنه بعد از نظر اون قد... اعتماد به نفسم ببین خدا همه چی به هم نمیده که خود مایک تایسون اینو ش... همه بکنم مخاطبم هم دیدن که تو اینستاگرام هست میگه من قبل از هر مبارزه گریه میکردم نمیدونم اینو شنیدی یا نه بله راکی مارسیانا گفته بود من اصلا تا حالا نترسیدم تو رینگ یک ماه قبل از اینکه مبارزه انجام شه با خانواده‌اش خدافزی میکرد دو هفته قبلش نمیتونستم پیداش کنن باید می اومده می برده اینجوری نبود که ابرو پاره شد اعتماد به از چارلز اون مسابقه که تو گفتی که همون داشتی میگفتی ده گفتی دماغش شکسته که من گفتم دماغش نشکسته دقیقا دم... ببین دقیقاً آیدین گفت دماغش نشکسته ما بله. گفتیم تو مستند که دماغش شکسته برای آیدین میگه که دماغش خراش ورداشته شده. بود بله دستکش ازاد چارلز خود دماغ از وسط دونست شد این پینوکیو این دماغش اومده اینجا بود اینجا واسطاده بود خب چارلی گلدمن بهش گفتش که یک شاند وقت داری یک راند وقت داری با چسب چسبوندن گفت یک راند وقت داری وگرنه داور قطع میکنه دیسکالیفت میکنه چون پزشک ممکنه بیاد بله. خون ریزی که داره خوندیزی. شما رو دکتر استاپج بلند شد و ایزا چارزا تو یک راند ناکود کرد تو ببین چقدر برای اینو برد و باخ مهم بوده اینا مثل فلوید میویده رو بودن که دلار بگیرن دستشون بریزن رو این دختر نمیدونم رو اون داستان زحمت کشیدن شما جیک لاماتا رو وقتی صورتش رو نگاه میکنی فیلم گاوه خشبگین که مارتین سکورسیزی ساختش برای جیک لاماتا ساختش خب بازی رابرت رو که اونجا حتما ببینید حتما فیلم واقع. خیلی قشنگیه که تو یه جا چیکلاماتا میگه برادرش بهش میگه تو الان قهرمان جهان شدی دیگه میدل ویت بود میگه چه فایده داره من میدل هم من که با جولیس نمیتونم هیچ موقع مسابقه بدم اون سنگین وزن همه از جولیس میترسیدن اصلا جول عاشقش بودن آرزو که بوده که بتونه با جولیس مسابقه وزنش نمیرسیده که بعد داستان اینجوری بود شما مسابقات جیکلاماتا رو وقتی نگاه کنید صورت جیکلاماتا رو شما ببینید همین الان سرچ کنین جیکلاماتا تو گوگل صورت ها نگاه کن بعد بیا صورتش رو با فلوید میویدر اصلا دفرمه میشد صورت های اینا شیش بار دماغش له شده بود چنان فک چه چنان... دستکش متفاوت نبوده با الان؟ نه همون ده اونس بوده خب یه خورده من, من احساس میکنم بعدن... دستکش های الان خیلی باد داره ببینید یه خورد الان دوانزه اونس شد بعدن خب دستکش های پوف پف... پف... پف کرد ولی خب اون دستکش آقا من زربایی بون... که میشنوم راکی مارسیانو میزنه انگام زر... آجور داره میزنه تو سرکی راکی... زرباهای... راکی, مارسیانو چون قد کوتاهی داشت دستای کوتاهی داشت بنده خودو مجبور بود مشکه میزن تو مشتی که به دانکاکل میزنه نگاه کنی 180 درجه میچرخه مجبوره بزنه با تمام بدنش میومد مشت آخری که به جولویس زد که خودتم هم کار کرده بودی چجوری زد به جولیس خوابی دست و دو دقیق یه مت دست و عقب داد که بتونه بزنه پدرش در میمد و مشتاره حالت اوورهند میزن بله اوورهند پرد کرد از چیزم بیرون زد بهش که بله خود جولیس هم استاد کراس بود استاد مشتایی میزد که مثلا به ناتان زدش یه دونه ناتان من بود زد از رینگ پرت شد بیرون به آلترو زدش از رینگ رفتش بیرون خب ببین یه چیز دیگه چون محمد علی الان خیلی مطمئنم تو ذهنشون هست محمد علی رقص پاهاش مگه بهتر از همه نبود تو اون زمان تا اون زمان رقص پایی که میکرد ببین رقص پا میگم چون که آوت باکسر بود اگر رقص پا هم نداشت که دیگه اصلا محمد علی نمیتونست بوکس کنه چی کار میخواست قدرت خودش هم گفت با همون کار خیلی اعتماد به نفس حریفاش خب ببین آخه درجه بندی حریفاشو نگاه کن تو اسکار بوناوسا کجا مثلا جورچوالو کجا یه بوکسوری مثلا مثل ازا چارلز کجا یه بوکسوری مثل جولویس کجا ببین حریفا رو شو نگاه کن مثلا باسترماتیز پدر با پسر با مایک تایسون مثلا پدرش با کلی مسابقه داد محمد علی اصلا قابل مقایسه نیستم ببین اگه دقت کنین دوستان بوکس هر چقدر داره میرسه به الان تعداد بازیاشون داره کم میشه باری کلا این خیلی نکته مهمیه ما الان از زمانی که تو داری میگی از 300 تا شروع کردیم الان صحبتو همین الان که داریم صحبت میکنیم که جاشوا همین امروز هم بازی کرده بود اه... تعداد بازیاشون سیتا نمیشه سالی دو سال یه دونه تا بازی بله. یعنی کلشون و اینا هم کلا دو سه سال دیگه تمومن دیگه بله اصلا اینا دی... همین الانش هم تمومه من خودم بله هی ب... بگین چرا جدید نمیذاری جدید نمیذاری ما اول باید تاریخ بیسش رو در بیاریم بله بتونیم بدونیم لطف داری میکنی یه چنین چیزایی رو میگیم. نه 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 واقعا خو... واقعیت به بعضی وقتا خب ما خیلی از دوستانمون هستن اینجا <متصفح> که میگن آقا قدیمی ها اوکی ما حال میکنیم و اینا خیلی زیاد تعداد زیاد میگن آقا چرا شما تو قدیم موندی چرا ما میگیم اوکی اگه همه قدیم رو بدونن من خودم قدیم نمیدونم کامل یعنی خودمون تو بیسش موندیم ام اونقدری نداره تاریخ نسبت به بوکس یعنی ما باید الان از ام ام ایمون سال دیگه بگذره تازه برسه به الان بوکس ام حالا الان تو دنیا گل کرده دیگه ام ام ولی همچنان بوکس پول بیشتری MMA داره هم, هم از همچنان... از بله ایر تاریخش رو بهتر از من میدونی من فقط یه مختصری یه بار میخوندم 1993 بولد شد که حالا قدیم تو برزیل مسابقاتی بوده که حالا خیلی جالبه ام ام ای بگم خیلی جالبه ام ام ای از خیلی سال پیش بود دهلی. پنکریشن بود زمان المپیکایی که مثلا تو یونان بود حالت گلادیاتوری با هم مبارزه میکردن عین ام ام ای یعنی ساب میشن داشت و ضربه اینو ممنوش کردن دهلی. تا چندین سال بعد دیگه همون سال 1920 شنیدم توی چیز بودش توی برزیل این کارو میکردن گلتن. از ژاپن آوردن اون برنامه ببین شما کیوانو، حساب کن رمی بونجاسکینا بودن که با چیز می‌کردم، من یادم موقع دنبال میکردم حالا نه خیلی جدی چون بیشتر بوکس علاقه داشتم ببین کیوان و ام ام خب از یه تایمی به بعد بولد شد اگر گفتی چه تایمی زمانی که مایک تایسون رفت کنار یعنی بوکسورای بعدش مایک تایسون نتونستن بیان تماشاچی رو بکشونن اگه ما یه بوکسوری مثل مایک تایسون داشتیم که میومد قطعا اینقدر ام ام بولد نمیشد ولی من 20 سالگی مایک تایسون از همه بوکسرا بیشتر دوست دارم 20 اون موقع که آم. درو می کرد همه بله. رو درو می میومد اصلا عجیب میومد تو خب مایک تایسون ببین یه اصلا بوکسور سو... چی میگن سوامر یه بوکسور حمله ای تراز اول بله تانک بود ولی همچنان اگر با این صحبت کنم بگم اوج تایسون با اوج جولویس کی میبره؟ تو جولویس. ببین نه. من نمیگم جولویس میبره حدسامونه اینکه قطعی من, این این من که دیدی من که فیوریتم قلبم مایک تایسونه یعنی زندگی که من تمام اکساشو میچست میدم روی دی... چیز ولی من خو... مثل بوکس همیشه میگم این بچه بوکس مثل ارفان میمونه شما پله اول ارفان نمیتونی بفهمی که مولانا چی میگه خودتو چند تا دو سال سه سال, سال, سال کار کردی تازه تازه انگار یه نیروی کششی داره تو رو کشید سمت مارسیانو ببینید من تا همین پنج سال پیش سال پیش میگفتم فقط تایسون ببینه همون حرفی که بهت زدم مشخص نمیتونی 100 درصد بگی کی میبرد آره اینو که اصلا شاید مایک تایسون تو راند اول جولیس رو ناکوت میکنه آره،, می آره شاید اینا اینا واقعیت بله نمیشه چیز. ولی میشه گفت کدوم بهتر بودن میگه چی جولیس بله جولیس 100 درصد راکی مارسیانو جولیس این دوتا رو شما از سنگین وزن جدا کنین حالا بقیه‌اش میشه نظر حالا هر کارشناس یه نظری داره دیگه شوگر رابینسون هم بود شوگر رابینسون میون وز آره نه میگم تو بوکسورای تاریخ بهترین بوکسور بهترین ویت تاریخ بود دیگه. بهترین بوکسور تاریخه پوند در تمام پوند. در پوند تمامی دوران ها برای اینکه 1900 و پوند فور پوند دوستان مثلا مثل کامرون عثمان که همین چند وقت پیش البته ناک شد ولی قبلش وزن به وزن پوند. بله نا نونس در مثلا ام میگن در بوکس شوگر ری رابینسون یعنی نه نه نمیتونی بگی میدل وید یعنی در همه وزن بله وزن به وزن که بخوایم حساب کنیم ببینیم همه چی سنگین وزن یه اعتبار خاصی داره خب ولی شما خود جولیس گفته شو ری رابینسون بهترین بوکسر بعد رکورد داره ببین رکورد دارن جولیس از هزا... شوگر ری رابینسون از 1943 فکر می کنم تا 1951 8 سال سال 91 برد داد 91 مبارزه شو بردش بدون باخت داشت نه باختش قبلش یعنی بعد از باخت به جیک لاماتا باخت ببین 40 تا مبارزه داشت بعد دوباره رسید احنا. به جیک لاماتا باخت به جیک لاماتا که بعدش پنج بار با جیک لاماتا بازی کرد بردا 6 بار کلا مسابقه دادم با جیک لاماتا پنج بار رابینسون برده یه بارو ولی اولیش جیک لاماتا برده شد. الان اصلا هم چیزی تو بوکس نمیبینی که بیان 6 بار بندازم با هم تاش سه باره ها. اصلا کار باره بعد چه مبارزه هایی خون میره اصلا آدم بوکس صدای فک تماشاچی وحشت میکرد از صدای مشتاق یه ذره بریم جلو الان باز بریم زمان محمد علی توی وزن دیگه نظر در مورد پرنس نسیم چیه ببین پرنس نسیم و الان میگی من میگم دارست. اصلا من اینو ببین میگم اگه نگاه فنی فقط باشه یه داستان از شما نگاه فنی داری من الان دیگه فقط نگاه فنی نمیکنم یه نگاه کلی میکنم اصلا من اینا رو قبول ندارم به خاطر اینکه اون چه وضع دیدی چه رقص تورینگ میکنه که میرقص حریف زبون در میاره نمیدونم اینا اینا باب میل من نیست من بوکس میگم بوکسی که بیای بالا به خاطر توادارت به خاطر اسمت بجنگ. بجنگی به جنگی که اسمت تو تاریخ ها بکنه مثلا پرنس حامد اسمش میمونه توی تاریخ به خدا قسم 20 سال دیگه ای کسی اسمشه شاید بره نسل خودش ولی یواش 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 بچه ها میام میپرسن چطور الان میام میپرسن مثلا تو یه مستند در راکی مارسیانو ساختی من مطمئنم 80 درصد در اولین بار بود داشتن اسمو میشنیدن بچه ها. حتی با ببین یه خوردم من مردم ما با دقت نگاه نمیکنن سیلوستر سالن فیلم راکی رو برای راکی مارسیانو ساخته دیگه تو قسمت یکش عکس راکی مارسیانو رو چسبیده رو دیوار ما اصلا تامنیلمون هم همین بود بله. از راکی رو خط زدید نظر دادیم راکی واقعی باری کلا اینو قشنگ نوشته بود. بود. راکی, که مربیش میگه توی راکی پنجم میگه که میگه من افتتام مارسیانم بازی کرده که اونم روحش شاد یه بود که حالا مود به چه وضعی اونجا میگه میگه این حلقه ای که دست منه افتخارش ای بود ای ای این بود مربیش این یه دونه از گردنبنده راکی مارسیانوی که به من داده ولی بچه ها این همه فیلم راکی رو دیدن اون صحنه رو ندیدن باید دقت کرد بعد یه چیزی همین برنامه ای که زحمت کشید آقای رضا مثلا ب... به, واسطه هم راک مارسیانو من چون خیلی سال من بالاخره تو باکس دیگه نیستم خیلی ات... الان نه کاغذی آوردم نه چیزی ولی هم... هنوز ام... نه همین دلی خیلی قشنگه دلی ده سال دلی پیش قشنگ به مو بوکساشونو بلد اصلا میدونستم اینا کی رفتن خونه کی اومدن از باشگاه بیرون تا این حد ببین اون زمان پول توش نبود به این صورت پس نه یعنی پول موقع هم پول بود نه مثل الان ولی پول بود منتها مافیا نمیذاش مثلا شوگر ری رابینسون یه زندگی اول زندگی خوبی داشت ولی یک زمانی شوگر ری رابینسون رو توی اوجش میخواست بره اروپا مسابقه بده اطراف پادگان شوگر ری رابینسون رو دزدیدنش و این چقدر عجیب رابینسون رو میدزدن و تا زمانی که بمیره یادش نمیاد یادش نمیاد چی شده رابینسون میگه من نمیدونم فقط یه دفعه به هوش اومدم مثلا من یه جایی هستم که که اون باعث شد نره چون سیاه پوست بودن خب ببین موقع داستان عجیب غریب حالا بعدن نه بردهداری و این داستانا بود دیگه برای همه به محمد علی ایرادی که میگیرم میگم تو به ارنی ترل مثلا تو به محمد علی چرا مثلا به جورج شوالای سفید پوست گیر نمیداد چرا به مثلا هنری کوپر گیر نمیداد هر چی سیاه پوست بود اینا رو چیز میکرد چی میگن یا حالت دارت میگرفت میزد اینا رو داستان اینجوری به این ولی بعدش شما کمک کرد به داستانی که سیاها دخوند. ببین اون داستان ها حالا اونم خودش داستان داره که جنگ ویتنام بوده میگه محمد علی خیلی سیاست داشت خیلی یه بکساری که سیاست داشت آره شومن خفنی شومباری کلا یه شومن بوده قبل از اینکه شو یه بکسار بله. واقعیت تمام شومن های الان توفایی دارن عده اونو در میارد. بله. آخه شومن هم ببین من میگم شومنی پول میاره خب پول دیگه خب مخالف پولی ببین من یه عشق باید باشه ببین من میگم پولم مخالف در سرش ولی میگم اگه قرار نمره بدیم اول نمره رو بدیم به بکسورای خوب کی بهتر آفه. بوده تاریخو بگیم تاریخ بعد تاریخو بگیم بعد اگر میخوای از محمد علی که طرفداری کنی جلویس هم بشناس مظلومیت اینا نه، رو این نشته بگیم. خوبیه ببین پس کسایی که الان مطمئنم چون خیلی ها گارد میگیرن سر همین برنامه من هی وسطش اینا رو میام که ذره هوا شمارم داشته باشم اونایی که الان میگن آقا پس این محمد علی چیه پس اون فلان میگن یه چیزایی که نمیدونیم و بدونیم بعد بیایم صحبت چیزایی که واقعیت, نظر من نیست نه واقعیت بله واقعیت بوکسه من با خب بجوز... من با شخص محمد هیچ مشکلی نه. اصلا بالاخره اومده جزء حالا تاپای تاریخ خود دیگه چکی که نداشته بعد والله چی؟ با... <تصفح> در کشتگی که باش ولی باید بگه. اگه منم نگم یکی دیگه میاد بله خب ببین مثلا بعضی من فایتش با جورج فورمنو گزارش کردم خودم خب. ندیدی فکر کنم نه ندیدم تو همون کانال هست خب بین فیلم سینماییه یعنی این فیلم شدنش و حالت فیلم بودنش که یک نفر میاد کتک میخوره کامل و آخر شروع میکنه به زدن و به قول تو اون سیاستش بوده ولی اینا رو اومده دفعه اول رو کرده برای جامعه که دارن جلو دوربین میبینن دوربین آن. بله ببین اون موقع میگم پخش مستقیم آخه شما اگه مسابقه مثلا بیلیکان و جولویس رو نگاه کنی دیگه اصلا مسابقه من خواهش میکنم الان بچه ها تکنولوژی هست موبایل همون رو گزارش میکنیم مثل من علیرضا نیستیم که اینترنت دایالاب باشه بیچارگی بکشیم من تایسون و لوئیس رو سه روز بعد فهمیدم نتیجه‌اش شد برید یه دقیقه فهمیده. یوتیوب که همین ایرزن برنامه‌شون هست آقا یه دقیقه سرچ کن جو لوئیس ورسس مثلا بیلی کان خب ببین چی میاد اصلا بذار گزارش بکنیم اصلا گزارشش میکنیم یا اگه چیز ببینی بکنیم اون بوکس اگه شما اون بوکس و بوکس مکس اسملینگ و جو لوئیس رو نگاه کن یا اصلا دیگه میخندی به بوکس همین همی الان برامون بنویسین که های قدیمی اینجوری هم گزارش بکنیم یا نه با این جوی که دادی همه زنان آره حالا ببین نه ولی واقعیت یه تلنگوریه به خیلی از دوستان که فقط فکر میکنن بوکس بوکس الانه بوکس تایسون فیوریه بوکس فلوی میمدره بوکس من این من درد من همینه که الان چون اولا من با صحبت کردن گفتم من حاضرم الان پشت پرده بشینیم الان اگه اطلاعات خود خودت ماشاءالله واردی اطلاعاتی از پشت ولی اومدم نشستم جلو دورم فقط واقعا بیشتر انگیزه این بود که این کامنت ها و این بحث های غیر تخصصی که میشه اینا آدمو و زد آخه ببین اینم حق بده بدونی چرا تو الان فرض کن بسکتبال دنبال میکنی؟ بسکتبال نه خب الان بهت بگم بهترین کیه میگی مایکل جوردن دیگه نه نمیگم میگی کوبی برایان نه 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 یعنی. میگی نمیدونم میدونی چی م... م... میگم از قدیم مثل... اسکاتی پیپن بود خب مثلا هیچوقت نمیگی وینس کارتر مثلا خفن ترین من میدونی چی میگم من میگم اینو تخصصی شده نه نه من میگم کسی که تخصص داره بیاد بشینه درباره بسکتبال صحبت کنه من شنیدم مثلا تو بیسبال جک رابینسون خوب بوده خب آقا من که بیسبال چیز نه من نمیگم مایکل جردن از نظر م... عوام میگیم دیگه نه چی... عوام هم عوام. من میگم کسی که این شما مثلا مس برفزه مثلا شما استاد بسکتبالی خب من دستم اینجوری میذارم سرام میندازم پایین گوش میکنم <تصفح> متاسفانه مردم ما میاد درباره مایکل تو مایکل جوردن یه چیزی بذار اگر دو هزار تا کامد نیومد آقا این بهتر بود آقا شما کجا میدونی پرش سگام چیه نمیدونم اون یکی چی باید بری بس تخصصیه بعد بکس خیلی داستان قدیمی خدمت بودم تازه ده درصد خدا شده ده درصد بوکس قبلا ام بی ای بود اسمشا بله بله <تصفح> <تصفح> ام بی بعد بسکتبال شده ام بی ای بله اول نشنال باکسینگ باکس بوکس آره نشنال باکسینگ اصلا ببین شما ورزش بوکس ببین مایکل جوردنش الان مثلا ما ورزشکار پر افتخاری مثل مایکل فلپس داریم خب توی شنا 20 تا بالای 20 تا مداله چنگی به دل نمیز ولی مدلمو تایسونی نمیدونم هر کی مثلا شروری فلان تایسون اون یکی اینجوری اصلا ورزش اصلا انقدر که ما تایسون تو ایران داریم تو خود آمریکا نداریم, نداریم بله. من مت خود آیدینم هم میگه قبلا بشتای... بهش تا احتمالاً آیدین تایسون بودیم ما به خاطر داریم. علاقه کش ما نه ما نه اون جسر رو داریم نه اون قیافه رو داریم اون تو به خاطر همین اعدام شدن تو ایران اسمو بله ما اصلا تو نیمکت مدرسه من نوشته تایسون همون اول که من... به قدری علاقه داشتیم خب ببین اینا همه مبلغن اینا همه, همه کسایی که مایک واقعیت یه داستانی رو شروع کردن و باعث شدن که همین که الان دارن مبارزه بالاخره محمد علی بوده که بعد تایسون اومده تایسون بوده که بعد اینا اومدن بله. یا راکی مارسیانو بوده که بعد محمد علی هم بالاخره بله اومده جو لویسی بوده که راکی مارسیانو اومده بله قبلش جک دمسی بوده جک جانسون اصلا بله. یه تاریخ عجیب غریبی داره که من واقعیت خیلی خوشم اومد خیلی دوست داشتم بله. که بیای تو برنامه و این صحبت بکنی در مورد به حرف ببین تاریخ مثلا بزرگترین تاریخ بکس بوکس برت شوگره بالای 50 کتاب درباره بوکس داره یه جمله ای داره ببینید برت شوگر حرفش درباره بوکس مبناه نه بوکسور الان دیگو مارادونا بهترین فوتبالیست بوده مثال خب تاریخ فوتبال شاید نتونه بیاد توی برنامه بشینه صحبت کنه دربارش و نمیتونه الان مسی رو شما بیار بگو مثلا بوندسلیگا چه جوری شروع شده نمیتونه بنده خدا ولی برت شوگر میتونه نظر بده مایک ما تایسون نمیتونه مایک ما تایسون نرفته تاریخ بوکسو خیلیاشو نمیدونه ببین برت شوگر میگه که اگر تمام بوکسورهای تاریخ و تاپ ترین بوکسورهای تاریخو در یک اتاق بزرگی بندازن تنها بوکسوری که روی زانوهاش میاد بیرون راکی از اون تاخ میتونه یعنی بیاد. همه همو بزنه مثال همه همو بزنه راکی, راکی مارسیانو میاد می حالا ولی یه چیزی من میگم یه ذره تعصبم زیاد داری رو قدیمی چطور میشه مگه میشه که یه دونه جدید خوب نباشه ببین من یه چیزی من خداش این همه سال گذشته 100 سالی خوب نیومده من اصلا باور کن قسم میخوام هیچ تعصبی ندارم رو قدیم و جدید فقط واقعیت چیزایی که با تمام وجودم یعنی شباتا نصف شب بوکس دیدم اون بوکسایی که ثبت نشده فیلمش خب اونا رو که ندیدیم ببین اونا رو ندیدیم ولی از جولوی از راکی مورسیانو بالاخره اینو بوکسشون آره هستش خب حتی جک دمسی ولی یه چیزی من تو بوکسشون میبینم مشکل دارم با قدیمی کله حرکت نمیکنه کله ثابته ببین برای اینکه اون فرم بکس خب ببین اینا جولیس چرا گفتم پیشگام بوده جولیس اومد سبک بورس آورد که مثلا سبک گاردو قبل از اون حالت گلادیاتوری بود خب ولی شما بیا بوکسی که الان مد نظرت الان شما مثلا یه بوکسی بگو توش تکنیک و تاکتیکه بیا همون بوکس رو بذاریم کنار بوکس قدیمی تکنیک تاکتیک اونا بیشتره شما مسابقه راکی مارسیانو با آرچیمور رو نگاه میکنی چهل و شیش تا موشت پشت سرم میزن راکی مارسیانو با آرچیمور دو تا دفاع میکنه اینجا یه دونه داک میکنه میاد با این یه دونه هم دستش اینجوری میکنه مشت اینو رد میکنه بوکس مدرنه شما دو تو صحنه آهسته این معلومه تاکتیکی داشتن تکنیک داشتن جسارت داشتن یعنی هیچ جدیدی رو شبیه به اونا نمیبینی اصلا اوه. اصلا و اینو خدا شاهد. جدیدا من نمیگم الان از زمان محمد علی به بعد نمیبینه نه, نه. از زمان ببخشید مایک تایسون و مارسیانو فقط... به بعد میگینه من بعد از راکی مارسیانو فقط از سال 1955 مایک تایسون که بوکس تو تونس پرچمش سنگین وزن و بالا نگه داره. اونم به خاطر وجود کاستاماتو بود حالا خود مایک تایسون هم داستان داره ببینیم مایک تایسون 1990 که با باستر داگلاس مسابقه داد عجب جیمز داستان. باستر داگلاس ببین بورد داگلاسو نه بچه مرد بچه مرد اون من یه به یک نفر زندگیم لعنت میفرستم اسمشم هم حفظم اوکتاویو میران داور وسط اون رفری وسط که آروم شمرد آروم شمرد که تو 13 تموم, تموم, تموم شده بود و اصطلاح میگن تایسون دیگه از اون ناکدان بلند نشد جلوی داگلاس یعنی از نظر روانی پاشید از نظر خیلی چیزا پاشید بعد ببینی شما ببین بخ... اولین باختشه که مایک تایسون داد به داگلاس داستانش این بود که برده بود داگلاس چون یه ضربه زد ناک, رانده هش ناک. ناک, ناک دان دان شد. بله. در اصل ناک اوت شده بود چون داور اینجوری میشورد یک 13 ثانیه دو... زمین بود سه یعنی سه شیش واقعی بود که دقیقا هم میشه که میگی سرداب اون داوری هم که پایین نشسته دستاش مشخصه هفت تو داره نشون میده این دستاش تازه سه مگر نه ممکن بود تایسون بله تایسون میانه. الان نظرش بر میگش بعد 100 سال میگه آقا یه نفر بهتر از اونها ممکنه ببین مایک تایسون اومد بعد از اون توی فیس تو فیس هم با هالی 1990 قبل از اینکه زندان بره اون مبارزه اگه انجام میشد عجب مبارزه مبارزه سوم مبارزه نه 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 قبل از ببین مایک تایسون و هالی 1990 1991 میخواستن با مسابقه بدن آها آه اون زمانی که اوج بودن زندان تو اوج اینو اتهام واهی تجاوز اصلا مگه میشه قهرمان سنگین وزن جهان بره تجاوز کنه ویسش بوده همه چیش بوده که دختر خوالا اون طرف خودش با پای خودش بلند شده اومده مایک تایسون میره تو خیابان کسی رو بکشه بیاره مثلا داستان اومد این چیز شد اون برنامه رو براش پاپوش درست کردن قهرمان ملیشون رو به اون روز انداختن سه سال کردنش تو زندان بعد از اینکه از زندان اومد بیرون یه ماکت بود تو زندان مسلمون شد تایسون بله اونجا چیز شد که بعد مایک تایسون وقتی اومد بیرون 1996 با هالیفیلد یه ماکتی از مایک تایسون بود هالی هم اینقدر یه بکسر چیز بودش باکسر پانچر بودش هالیفیلد اینقدر کار کرد یعنی باکسر پانچر ها تخصصی کار نمیکنن. یه چیز ترکیبی هست اینقدر رو بوکس تایسون کار کرده بود که اصلا بوکسش خودش عوض شد که بعدش 10 تا شکست و میدونید چرا شکست داد فقط قلق اون اومد دست من میگم مایک تایسون. اگر روحیه یکی مثل راکی مارسیانو رو داشت تو همون مسابقه بر هالی فیلد میتونست ببره کاستوماتو که فوت کرد این داستان براش افتاد بله کاستوماتو افتاد دست دانکینگ اینا اون تیم دانکینگ ببین خودش هم میگم اینجاست که بچا میگم راکی مارسیانو ببینید فعل خواستن اینا تو وجودشون برای اسمشون گردنشون رو میدادن تایسون اونقدر تعصب رو نداشت میگه آقا به خاطر هوادارا الان بیام ببین دست خودش نیست خدا همه چی به آدم نمیده انسان فوق العاده خوب و دلپاکیه مایک تایسون آره خیلی گریه میکنه حرف میزنه نشونش میدن احساسی میدن بعد میخوان نشونش بدن رسانه ها بهترین یکی بهترین با اخلاق ترین واسه اسیر جف شد و اون داستانی که حالا رابین گیونز اومد زنش اومد که بیچارش که دانکینگ اومد کوین رونی رو نباید میذاش کنار ندید یا مستند ما رو همه اینا که داریم میگی تو مستند گفتیم گفته مستند هایسون ندی رفته فقط مستند چیزو دیده راکی مارسیانو رو دیده راکی مارس... من چون انقدر مستند از اینا دیدم دیگه از قدیم مستند تایسون هم همه اینا رو گفت من راکی مارسیانو برای من فرستادن که اونم حالا خاص خدا بود دیگه که اون صحبت ها بشه و ما در خدمت شما با وجود شما دیگه بعد بدونیم مستند قدیمی هم دیگه ساخته خواهد شد مستند اولین بار بله من بازم آخرش میگم به این بینندگان خواهش میکنم عینک تعصب و برداریم ببین منم اینجا اگه این رو نمیزدم همیشه ماه پشت دبر نمونه یکی بالاخره الان نه پنج سال 10 سال میومد این رو میزد کسایی که بزرگی کردن کسایی که برای اسمشون جنگیدن قطعا اینا در طول تاریخ مشخص خواهد شد که چیکاره بودن دمت کرم آقا برنامه خفنی بود برنامه خیلی جالبی بود با حضور آیدین آید این فامیلیت جهان دوست, بود؟ بشر دوست بشر دوست خیلی شبیه بشر بود. جهان دوست واقعا مثل فامیلیت آدم مثبتی هستی دمت میگم اطلاعات خفنی دادی دوستان چه مخالف چه موافق نظرشون رو بنویسن لطفا با احترام بنویسید نظرتون چیه مخالف و موافق من فکر میکنم خیلی رو تونستی مجاب بکنی به این داستان من یه ذره سختم تو این داستانه ولی خب واقعیت وقتی آدم تاریخ رو میبینه 300 تا مبارزه که کرده این همه ناکوتی میرفته در ماه دوسه سه تا فایت جدی میکردن میزن یه ذره عجیبه های داخل رینگ عجیبه با توجه به اینکه دنیا داره پیشرفت میکنه تکنولوژی داره پیشرفت میکنه ورزشای دیگه دارن پیشرفت میکنن واقعیت نمیتونی بگی بسکتبال الان بدتر از قدیمه الان بسکتبال همین الان اگه با قدیم مسابقه میداد میزدشون. بس فوتبال الان اگه با قدیم مسابقه میداد میزدشون پیشرفت ولی بوکس الان با قدیم مبارزه میکرد میخورد بله بوکس الان آیدین خیلی ممنون دمت گرم شما که به خاطر دست شما چقدر شد تا الان تایم حدودا تایمو داریم زمان حدود یک ساعت و نیم رفتیم فکر کنم خیلی برنامه خوبی بود خیلی برنامه خوبی بود دوستان نظرتون رو بنویسید دمتون گرم از انرژی خیلی خفنتون اینم در مورد تاریخ بوکس بود خیلی صحبت های دیگه میکنیم بگین در مورد کدوم صحبت هم ما در برنامه بعدی بازترش بکنیم آیدی اگه صحبتی داری در آخر نه ما من تشکر میکنم از همه بیننده از شما تشکر میکنم که این آگاهی رو داریم من همیشه میگم میگم وقتی که یکی آگاه میشه یه وظیفه ای داره که اونو انتقال بده و اینو باید همینجوری انتقال بدیم من بازم از بچه‌ها میخوام که عینک تعصب بذارن کنار خوبی یه نفر وقتی بگی خوبی شما هم میگن باید اینجوری باشه که ان بریم جلو که حقایق و نه نظر من یا نظر ایرزا جان حقایق و ان شاءالله بهش برسیم دستتون درد نکنه امون. و اینکه ما مستند فایترا هم گذاشتیم خب میتونیم بریم ببینیم خود فلوی میودر هست تایسون هست راکی مارسیانو هست یعنی این نیستش که از اونها بعدمون بیاد محمد علی هم خود مستندشو گذاشتیم البته مستندش من نگفتم مستند دل... گزارش شده اش گفتم چون واقعا پیشی دست محمدعلی چندین تا سایت داره که آه. اصلا نمیدونی به کدومش برسی همشون خوبه نای نا رضا جان آره ما دلیل بله خی... در مورد تکنیک خود بوکس در رینگ بله. داشتی صحبت می‌کردی بله. خب با توجه به این همه میودر معلوم خوبه اگه خوب نبود که بله میگم شکن. ما همه اینا رو میسازیم قضاوت با شما ولی این صحبت ها رو هم با هم می‌کنیم حتما نظرتون هست من الان واقعا فقط منتظر نظرم چون مطمئنم یه چیزای عجیب غریب می‌بینم اون پایین دمتون گرم مرسی از اینکه با ما همراه بودین ما معمولا آخر برنامه مشت می‌زنیم مشت اینجوری Is that?